سبی اسنا بسیار زیاد خوش آمدین. ما حدود 2 یا 3 دقیقه منتظر دیگه دوستا هم هستیم، منتظر شما هم بودیم، برای 1-2 دقیقه دیگه هم منتظر می باشیم. اگر احوال پرسی و یا سلام علیکی دارین در خدمت هستیم، بعدش آهسته آهسته برنامه خود را آغاز می کنیم. جناب دکتر جمشید گرامی، درود به شما، درود به وحید گرامی و همینطور به وحید جویا گرامی و درود به همه دوستانی که در اتاق تحلیل و تفکر تشریف دارند. امید دارم خوب و تندرست باشند. روز و روزگار خوبی برای همه آرزو دارم. با احترام. ممنون شما جناب دکتر سبی اسنا. جناب آقای باهر، شما هم خوش آمدین به بحث امروز ما. منتظر دوستا هستیم، میخواییم که یک برنامه آموزنده و یک برنامه تحلیلی داشته باشیم و از دانش و از تحقیقات جناب دکتر سبی اسنا هم استفاده کنیم. اجازه بدین که یک سلام خراسانی تقدیم کنم خدمت همه دوستا. از زبان شیر دختران بدخشان که به دختران تاجیکستان تقدیم کردند و واقعا از یک درد فراق هم حکایت میکنن. تا اون زمان دوستا هم به جمع ما میپیوندن و بعدش آیسا آیسا میتونیم که برنامه خود را آغاز کنیم. می خراسان خراسان زادگانی حال سامان سلام ای ملت کافورش سلام ای تاجیکانی تاجیکستان سلام ای تاجیکانی تاجیکستان شما از ما و ما هم از شماییم شما و ما چه خوبی آری راییم قدم با روی پاکی رندی شراز که ما از خون جمشید روی ماییم که ما از خون جمشید روی ماییم زمانی ما زمانی رودکی است زمانی ما و قلبی ما یکی است بزرگین مرز و با ما نسازه قیام و رود باری کوچکی است قیام و رود باری کوچکی است من و تو دار خرشن آمه داریم که ما دو هم زبان و هم تباریم دلم که مادری من آچه ای توست من و تو جوره هایی هم جواریم من و تو جوره هایی هم جواریم تو از گلاب و من از کابل هستم تو از ورساب و من از کابل هستم اما هر دو زیاد باغ و بهاریم اگر تو بلبل هستی من گل هستم اگر تو بلبل هستی من گل هستم اگر بدلان یا بلخو بخاران تمامش خانه ای ما آریان است من و تو وارسی ملکی سرابیم که هم تامینم رودا به از ماست که هم تامینم رودا به از ماست تو اصلا از بدخشانی من از ونج دل اصلی پارسیانی زخزن دیگر این مرد و بردار از ما که ما از این جدایی میکشیم رنج که ما از این جدایی میکشیم رنج من و تو از تباری تاجی کنیم بسرکاری خراسانی بمانیم سرودی هم دلی و هم زبانی بیا از دفتری رمزی بخانیم بیا از دفتری رمزی بخانیم بیا از دفتری رمزی بخانیم. ممنون از همه دوستان و من پوزش میتردم اگر کیفیت صدا خوب نبود. متاسفانه بهترین کوالیتی از این آهنگ و ترانه همی بود و ما نتونستیم که کیفیت بهتری را پیدا کنیم. دعا
دوستایی هم که تازه به جمع و پیوستن خوش آمدید میگیم. اجازه بدین که در ابتدا یک معرفی داشته باشیم از جناب دکتر سپی اسنا که ایشان یکی از اصول و شناس‌ها، شاهنامه پژوه، منتقد ادبی، نظریه پرداز و داستان نویس اهل افغانستان هستند. ایشان بیش از دو دهه در دانشگاه البیرونی ولایت کاپیسا تدریس کردند و آثار چشمگیری هم در عرصه پژوهش‌های ادبی و فلسفی، شعر و داستان منتشر کردند. فعلا در مقطع دکترا در رشته زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه یزد ایران مشغول تحصیل هستند. فعالیت هایی که داشتند بسیار زیاد هست. من چند تایش فقط نام برام من حیث مدیر مسئول هفته‌نامه پگاه، سردبیر و ویراستار مجله عدالت مربوط به وزارت عدلیه، مسئول کمیته فرهنگی مرکز دموکراسی و حقوق بشر، معاون شورای اجتماعی و فرهنگی مردم نیکپای، صاحب امتیاز نشریه نامه، مدیر مسئول انتشارات مقصودی، عضو هیئت داور در بررسی آثار ادبی فرهنگی در وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، عضو هیئت داور در سیمینار نشست بین المللی استادان ادبیات فارسی در تهران، عضو هیئت داور در آثار داستانی زون شمال شهر، عضو هیئت داور ادبیات داستانی در جشنواره ادبی مجله بخارا و ده ها فعالیت و افتخارات دیگری که نمیخوایم که وقت دوستا را گرفته شود و همه دوستا معرفت خوبی با جناب دکتر سپی اسنا دارن. ایشان در ضمن از اینکه مقالات زیادی را در نشریه های افغانستان، ایران و تاجیکستان نشر کردن، بیشتر از 12 کتاب هم از ایشان تا کنون به چاپ رسیده که همش افتخارات جناب دکتر صاحب و همه ما شما کسانی که مربوط به این فرهنگ و زبان هستیم و مربوط به این جغرافیا هستیم میشه. اجازه بدین برنامه را به معرفی بگیرم. ما در ابتدا در قسمت اول سخنرانی و صحبت‌های جناب دکتر سپی اسنا را می‌داشته باشیم در ارتباط با عنوانی که مطرح شده. در قسمت دوم دوستانی که می‌خوان تبصره داشته باشند در بالا دعوت می‌کنیم و ایشان اینها می‌تونن تبصره یا صحبتی در زمین نداشته باشند. و در قسمت آخر چند سوالی هم از دوستانی که شنونده هستند یا از طریق پیام یا ای که میتونن خودشان بالا حضور پیدا کنن و اگر سوال یا نکته دارن از جناب دکتر سپی اسنا بپرسن. اجازه بدین که صحبت ها را یا برنامه خود را آغاز کنیم از با جناب دکتر سپی اسنا. جناب دکتر سپی اسنا، شما اخیراً مطلبی را در صفحه تا نشر کردین که نیاز هست بیشتر در این ارتباط صحبت شود و ما بیشتر بیاموزیم از دیدگاه های شما و از دانش تحقیقی و پژوهشی شما در این زمینه. شما یاد کردیم که کشورهای جهان معمولا در مرحله های از تاریخ تحت اشغال و تصرف واقع میشن و هیچ گروهی از گروه قومی از آغاز تاریخ ساکن یک سرزمین نیست و معمولا گروه ها بنابر جنگ و شکست در سرزمین ها جا به جا میشن. مثال هایی هم از آمریکا یاد کردیم. بیاین مستقیم بپردازیم به کشوری که ما شما به نام افغانستان یاد میکنیم. در اینجا چه اتفاق افتاد؟ چه کار شد؟ بحث را از اینجا شروع کنیم، بعدش بپردازیم به سوال های بعدی. جناب دکتر سپی اسنا بفرمایید. با درود به شما جناب دکتر جمشید گرامی و همینطور با همه دوستانی که در این وطاق تشریف دارند، عرض احترام و ارادت دارم. من این بحث را که بحثی را که شما عنوان کردید در چند بخش، یعنی پشتون ها از کجا آمدند، در چند بخش ارائه میکنم. اول اینکه افغان کیست و از چی وقتی در خراسان آمده است، و بحث دوم بررسی منابع در این باره، بحث سوم سلطنت ها
و سرزمین ها و بحث چهارم نام افغانستان و بحث پنجم هم زبان افغانی. این موارد را به عرض دوستان میرسم. اما پیش از آن اشاره کنم که چند مورد را اشاره کنم و بعد به اصل گفتگو بپردازم، اصل موضوع بپردازم. نخست من افغان را به کار میبرم، یعنی پشتون را، نه افغان را، و نام قوم پشتون را با عنوان نام افغان به کار میبرم، چون در اسناد و مدارک افغان به کار رفته است. بنابراین هر کجایی که من در این صحبت استفاده میکنم، واژه افغان را منظور من همین افغان یا پشتون هست. بنابراین شامل تاجیک، هزاره، ازبک نمیشود و از واژه افغان استفاده میکنم. و بس دیگر این که افغانستان وقتی استفاده میشود، این بحثی جدا از افغان هست، یعنی نام جدیدتر هست و همیشه با افغان یکی نبوده. و دیگر بحثی جغرافیایی به نام خراسان است که این سه مورد در صحبتی که من انجام میدیم بهش بیشتر پرداخته میشه، از واژه های کلیدی است. و بس اشاره دیگر این است که این بحث و گفتگو برای این نیست که ما تثبیت کنیم یا مدعی شویم که شما مثلا کی پیش آمده و کی بعد آمده. و هر کسی اگر در یک جغرافیا از قدیم وجود داشت، او تنها حق داره که شهروند باشه یا صاحب یک جغرافیای سیاسی باشه. کسان دیگری که بعدها آمده، اینا حق نداره. این چنین قضاوت و داوری زشت و ناروا هست در مناسبات بشری امروز، زیرا بحث شهروندی یک بحث سیاسی معاصری هست که دیگه به این ربط نمیگیره که کی در گذشته بوده یا کی هم جدید آمده. بنابراین اگر من در این بحث میگویم که فلان قوم در این تاریخ آمد، به این معنا نیست که ما این اداره داشته باشیم که کی در اینجا اصالت داره و کی نداره. طوری که شما اشاره کردید، معمولا در گذشته همین طور بوده که جابجایی های انسانی به اساس جنگ ها، فتوحات، شکست ها رخ داده و اکثری کشورها یا سرزمین ها عملا این مردمی که درش زندگی میکنه از قدیم این مردم نبوده. مثلا همینطور اگر به کشوری که خیلی هم قدرتمند هست در جهان امروز، امریکا اشاره کنیم، حالا 500 سال پیش و بعد از 500 سال انگلیس ها رفتند و مردم قدیم در اونجا بومی تر که بودن پیش از انگلیس ها، اونا کشته شدند، تعدادشان برده شدند و چند سال قبل، یعنی چند سال پیشتر از بردگی آزادی یافتند و هنوز هم در آشی هست. یعنی بنابراین یا ما مثلا امروز میخیزیم از افغانستان با اعتقادات خود، با فرهنگای خود میریم اروپا، امریکا، کانادا و آنجا شهروند میشیم. و اگر در نسل اول از نظر فرهنگی خود را مطابقت داده نمیتونیم، نسل دوم و سوم ما دیگه کاملا باشنده امان کشورها میشه و شهروند امان کشورها. بنابراین بس این که کی چی وقت آمده و کی چی وقت نیامده اساسا منتفی هست و نباید این تعبیر شود که مثلا ما قرار است بگوییم که اگر تاجیک اینجا بوده از قدیم یا هزاره یا پشتون، اینا به این اساس باشه که ما به بحث شهروندی ارتباط بدیم، چون این چیزی نیست. از همین با همین چشمنداز ما انسان ها همه یک نژاد هستیم و همه به حساب اگر بگوییم که من قدیمم یا فلان قدیم هست، همه حقیقتی است که حالا همون دختری که به نام لوسی هست که باستان شناسان و دانشمندان حالا پیدا کرده که 2.5 میلیون تا 3 میلیون را خدمت و پیشینه داره، حالا همه ای با به همون 2.5 میلیون و بیشتر از آن ارتباط میگیریم، ژن‌های ما و زندگی ما. بنابراین از نظر علمی معلوم است که از کجا آمده ایم و کدام شامل کدام گونه جانوری میشیم و
و چی گونه در جهان پراگنده شده ایم و چی جنگ هایی را انجام داده ایم و سرانجام در این سرزمین هایی که امروز نام و نشانی از خود داره جا به جا شده ایم که این سرزمین ها هم حدوداً 4000 سال یا در حد 5000 سال و کمتر و بیشتر قدیم ترینش البته نام به خود گرفته، مثلا مصر، ایران یا جاهای دیگه ای که به این نام یاد میشه و در آینده احتمالاً نام های دیگری خواهد داشت. به اساس این چشمانداز عرض کنم که وقتی ما صحبت میکنیم از افغان کیست و از چه وقتی در خراسان آمده است، به این معناست که افغان یکی از اقوام ایرانی است، یعنی اقوام ایرانی به این معنا که ما چندین قوم داریم مثل کرد، مثل بلوچ، مثل فارس، مثل پشتون، تاجیک و سایر اقوام که در دستبندی های انسان شناسی و قوم شناسی اینا شامل اقوام ایرانی می شوند، یعنی شامل اقوام ایرانی هستند و اقوام ایرانی هم بعد اگر دستبندی کنیم ایندو ایرانی و همینطور ایندو اروپایی و این دستبندی های قومی و تباری و انسان شناسی است. قوم پشتون هم یا قوم افغان هم یکی از اقوام ایرانی هست که در منطقه حضور داشته و مانند کردها، بلوچها، فارسها و سایر اقوام ایرانی از خود تاریخ و از خود حضور تاریخی داشته که در امین اوزه ایران و ایند حضور داشت. ولی وقتی که میایم درباره این که افغان کیست، ما میبینیم که واژه افغان را باید ببینیم که از کجا آمده و در چگونه سیر تاریخی خود را پیموده. ما این واژه را اگر یعنی شباهت هایی برایش تشخیص بدیم، حالا در دوره ساسانیان هم دیده میشه در برخی از کتیبه ها به نام افغان یا در زبان قدیمتر ایرانی که به اوستا و اینام تعلق میگیره واژه‌ای داریم به نام اوگنه یا اوگان، واژه‌ای داریم و برخی از زبانشناسان به این نظر است که امین افغان، اوگان، اوغان و سرانجام به چی تبدیل شده؟ به افغان در دوره‌ای که عرب‌ها این منطقه را میگیره و معمولاً واژه‌هایی که پی داره یا گاف داره اینا تبدیل میشه بنان شده افغان شده. و این واژه افغان هم وقتی که ما مشخصم نام یک قومی هست و قدیمتر از نظر نام و از نظر این که قدیمتر از پشتو است، قوم پشتون بیشتر در زمانه معاصر یعنی در قرن 20 و اوائل قرن 20 و اواخر قرن 19 میلادی به وجود آمده. ما در متون گذشته قوم به نام پشتون نداریم، اما قوم به نام افغان داریم. و درباره افغانستان هم که بحث کنیم، افغانستان هم خیلی بعد به وجود میاد، یعنی از قرنهای 16 و 17 و 18 بیشتر در قرن 19 است که جا میفته. و اما اگر برسیم به این که خراسان و خراسان از دوره ساسانیان ادیقل ما میبینیم و حتی پیشتر از دوره خراسان از دوره ساسانیان هم مسمى بود، اما به عنوان یک واحد اداری از دوره خراسان بیشتر مشخص میشه در دوره ساسانیان، منطقه ای که شامل افغانستان میشه و این منطقه گاهی بزرگتر میشه، قسمت های از ایران امروز، افغانستان و آسیای میانه را در بر میگرفته، به عنوان خراسان بوده و به عنوان یک واحد اداری همیشه چی پیش از اسلام و چی بعد از اسلام مشخص بوده و به عنوان خراسان شناخته میشده، واحد اداری بوده و گاهی هم با عنوان سرزمین یا یک واحد اداری کلانتری که یک سلطنت با آن مسمى شده هم در کنار ایران از خراسان یاد شده، بخصوص در دوره اسلامی. اما برسیم به بررسی منابع. پیش از بررسی منابع من عرض کنم درباره واژه افغان یا قوم افغان که آقای دکتر لالزاد هم در پرکار بی بی سی و هم در
کلاب هاوس چند جلسه و صحبت را داشت که عقی مطلب را در این باره ادا کرده و اشارات خوبی داشته و همینطور به بحث جمعه خان پژوهشگر پشتون که پاکستانی هست و خویشاوندی و ارتباطی با مردم پشتونی افغانستان هم داره، ایشان هم در بحث هایی که در این باره کرده عقی مطلب را ادا کرده و کتابی هم در این باره نوشته به نام فریب ما تمام که من در آخر صحبت به آن دیدگاه جمعه خان اشاره میکنم. و در اینجا اگر برسیم به بررسی منابع، ما نباید دنبال اسطوره سازی و تاریخ سازی باشیم، بهتر این است که دنبال واقعیت باشیم و آنچه را که حقیقت هست به دور از این که عصبیتی در کار باشد، تعصبی در کار باشد، بایستی به عرض برسونیم. در بررسی منابع این گونه است که نخستین بار واژه افغان یا قومی به نام افغان در کتاب عدود العالم آمده که کتابی است درباره جغرافیا و درباره اقوام و این کتاب در قرن 4 هجری قمری نوشته شد و بعد از در متون بعد از اسلامی در سندی که ما داریم از واژه افغان و قوم افغان در همین کتاب است و این کتاب جایگاه قوم افغان را همان مناطق را معرفی میکنه که امروز ما به آن کوههای سلیمان میگیم، در مرز بین ایران قدیم و هند قدیم بوده. یعنی این قوم در مرز بین جغرافیایی که ما در گذشته ایران میدانستیم و هند میدانستیم در این مرز قرار داشته که امروز کوههای سلیمان منطقه‌ای هست یا محلی در پاکستان امروز قرار میگیرد. از این نظر دیده می شود در این منبع که منبع معتبری هم هست، دیده می شود که قوم افغان در کوههای سلیمان یا در پاکستان امروز ساکن بودند، اما آنجا جابجا شده بودند و سرزمینی که در آنجا تاریخ قوم افغان شکل گرفته و از آنجا گسترش پیدا کرده به جاهای دیگه، در واقعیت هم همین منطقه است که در پاکستان امروز قرار داشته و ما یک دسته قومی هم در بین قوم افغان امروز داریم به نام سلیمان خیل که از امان اسم امانجا بر این دسته قومی تا هنوز باقی مانده. و یک منبع قدیمتر هم داریم که از ایوان سینگ زایر چینی هست، یعنی تقریبا این کتاب در 644 این سفر توسط ایوان سینگ زایر چینی در 644 در بخش های از افغانستان بامیان کابل صورت گرفته. در این کتاب ما هیچ نامی از قوم افغان که ذکر شود نداریم و مثلا در بامیان میگه که مردمی آنجا تعجب میکنه، میگه من با مردمی برخوردم که شبیه ما بود اما زبانشان متفاوت بود، چهره و صورتشان مثل ما چینی ها بود اما زبانشان فرق میکرد. و در کابولم که میاید، در کابولم از خصیصه اقوام و زبان و پادشاهی یاد میکند اما نامی از قوم افغان در اینجا نداریم. در شاهنامه فردوسی اگر اشاره بکنیم، در شاهنامه فردوسی ما البته در بخش اصلی شاهنامه ما چیزی به نام قوم افغان نداریم و در اینجا اگرچه درگیری ها باید در شاهنامه، اگر مثلا قوم افغان در خراسان یا در بخش های از ایران می بود باید یاد می شود، از کردها بلوچها معمولا یاد می شود چون درگیری هایی که است به سایر اقوام نام برده می شود در شاهنامه، اما در این درگیری های ایران و توران و منطقه قوم افغان هیچ حضوری ندارد. فقط در بخش الحاقی شاهنامه از افغان یاد می شود، از قومی به نام افغان یاد می شود که از زابل بیرون هست و 3 روز از زابل فاصله دارد و کسی پهلوانی از این قوم به نام کک کوزاد یاد می شود که رستم با این کک کوزاد جنگ می کند و ویژگی های هم از این قوم در شاهنامه ذکر می شود، البته در بخش الحاقی شاهنامه، ولی بازم این اگرچه مشخصا به شاهنامه فردوسی تعلق نمی گیره و بعدها به شاهنامه
اضافه شده الحاقی است ولی میتونه یک متن قدیمی باشه که از قرن 4 و 5 میتونه بر شاهنامه الحاق شده باشه. از این نظر اهمیت داره که اینم اشاره یا به سرزمینی که اشاره میکنه و به جایگاهی همان مربوط حدود العالم میشود، یعنی به همان جا ارتباط میگیرد. و متون یا منابع دیگه که از قوم افغان و همینطور از واژه افغان ذکر میکند، دانشمند دیگری هست که مردم شناس است، دانشمند است و همیشه چندین بار هند سفر کرده با سلطان محمود غزنوی، ابوریحان بیرونی یا ابوریحان البیرونی هست که کتاب مال الهند ابوریحان درباره مردمان هند، درباره فرهنگ مردم هند، درباره کلا فرهنگ مردم و فرهنگ منطقه است. و در این سند معتبر هم از قوم افغان یاد می شود و قوم افغان در ایشان هم در امان مناطقی که امروز شامل پاکستان شود ذکر می کند. و ابوریحان بیرونی بیشتر تا بگوید قوم ایرانی از اقوام و قبایل هندی می داند قوم افغان را و بیشتر متعلق به اقوام هندی می داند. اما از اونجایی که ما در خراسان امروز یا در امان خراسان دیروز ما از چی وقتی نام قوم افغان را میبینیم یا حضور قوم افغان را در منابع میبینیم، در بابرنامه است که در قرن 11 نوشته شده. در قرن 11 نوشته شده برای نخستین بار در منابع، یعنی در قسمت های خراسان که حضور قوم افغان یا گروه های از قبیله افغان ذکر می شود در بابرنامه است. در بابرنامه از کابل یاد می شود که مثلا چی قبیله های زندگی می کند، چی اقوام زندگی می کند. بسیار به صورت جزئی می گوید در نواحی کابل از قوم افغان یا از قبیله افغان هم ذکر می شود. یعنی از اینجا هست که می بینیم در کابل دوره بابور، در نواحی یا در بیرون از شهر اینجا بوده قبیله به نام افغان که ما از اینجا به بعد میبینیم که در اینجا از افغان نام برده میشود و از افغان ذکر میشود. و بعد از این هست که ما در خراسان با نام افغان و با قبایل از افغان روبرو میشویم و دیده میشود. اما با این هم وقتی ما در تاریخ نامه ایراد میبینیم در اونجا هم وقتی که از افغان و سرزمین افغان یاد میشود، این افغان و سرزمین افغان بیرون از کجا است؟ از قندهار، بیرون از غزنی، بیرون از کابل و بیرون از پیشاور. یعنی قندهار، غزنی، کابل و پیشاور در تاریخ نامه ایراد که ذکر شده در اینجا هم، یعنی از چی؟ از افغان یا سرزمین افغان که ذکر می شود اینجا بیرون از این مناطق است. این کتاب هم الان در 1300 نوشته شده است. بنابراین ما می بینیم که قوم افغان در واقعیت امر از قرن 9 و 10 به بعد هست که از آن مناطقی که متعلق شان هست در کوه سلیمان به بعد هست که بنابرای درگیری ها، بنابرای جنگ ها یا سایر مناسبات بشری گسترش پیدا میکند، از آن قلمرو نخستین خود بیرون میشود و کم کم به طرف خراسان میآید و به طرف خراسان میآید و در اینجا هم در مناطق اصلی خود و هم در خراسان یا در افغانستان امروز جابجا میشود. و اگر بخوایم الان من بحث را، این بود بحثی که در منابع ذکر شده است و در منابعی که ما بعد از اسلام داریم. و بحث را ببریم به بحث دوم را من آغاز کنم، بحث سلطنت ها، رابطه سلطنت ها و سرزمین ها. معمولا در جهان باستان هم و امروز هم به گونه قدرت ها می آیند و سلطنت ها می آیند، اما سرزمین ها
به گونه جا به جا هست و نام خود را داره. مثلا اگر ما این ایران را از دوره اخامنشیان در نظر بگیریم، یا مصر را از دوره فرعون ها در نظر بگیریم، یا همینطور سرزمین های دیگری را از دوران باستان یا بابل و این جاها را، یا بابل را مثلا به عنوان یک سرزمین قدیمی در نظر بگیریم، در اینجا جنگ های زیادی اتفاق افتاده. و یا یونان را، جنگ های زیادی اتفاق افتاده، از قوم های متفاوتی رفته در این سرزمین ها سلطنت کردن، اما نام سرزمین ها همچنان باقی بوده. مثلا ما اگر در نظر بگیریم شاهان خامنشی میرون در مصر تاج پوشی میکنه، ولی مصر همچنان مصر است دیگه، کسی مدعی از این شده نمیتواند که یک روز شاه خامنشی که از سرزمین ایران رفته مصر را تصرف کرده، حالا بگوییم که این مصر هم جزی قلمرو ایران میشود، ولی یک تصرفی بوده، فتوحاتی بوده و تمام شده و پایان یافته. بنابراین در گذشته سلطنت ها بر اساس فتوحات، بر اساس جنگ ها اقتصاد خود را بر اساس چور و چپاول، بر اساس تصرف سرزمین ها، بر اساس باج و خراج به دست می آورد. یعنی اگر یک مملکتی باج می داد، سرزمینش در همان با یک سلطنت قدرتمند یا با یک امپراتوری، اگر باج نمی داد آن سرزمین تصرف می شود. از این نظر اقتصادی سلطنت های قدیم یا حکومت ها و امپراتوری های قدیم بر امین اساس، بر امین جهان گشایی و بر امین موارد بود. حالا اگر برسیم به دوره بعد از اسلام و سرزمین های منطقه، ما در بعد از اسلام همچنان ما در این حوزه فارس را، حالا جدای این که قلمروی بزرگتری ما به نام ایران داریم، اما محلهای اداری مشخصی داریم مثل فارس، مثل خراسان و جاهای دیگه. خراسان همچنان یک سرزمین اداری در دوره اسلامی هم هست و نام خیلی با مسمایی هست. از اینجا ما در این منطقه بعد از اسلام ما سلطنت های داریم که از بعد از این که منطقه را عرب ها میگیره و اسلام اینجا رواج پیدا میکنه، ما چندین سلطنت های خاندانی داریم که خانواده های مشخصی آمدن: تایریان، سفاریان، سامانیان. بگونه از امین تایریان از ایرات است، سفاریان هم مالا از سیستان هست، سامانیان هم از آسیای میانه است که ما به این سامانیان تاجیک میگوییم. و بعد از اینا ما با سلطنت های روبرو میشویم که مشخصاً از طرف آسیای میانه وارد منطقه می شود یا کل ایران را می گیرند. اینجا ما بعد از سامانیان غزنویان را داریم و همینطور سلجوقیان را داریم، خوارزمشاهیان را داریم، غوریان را داریم و مغول ها را داریم و بعد تیموریان را داریم، بابور را داریم و اینا که حتی تا این را پیش می روید. بناهن وقتی که این خانواده های سلطنتی میه، مثلا ما نمیتوانیم بگوییم که حالا غزنویان در افغانستان یا در غزنی امروز که متعلق به افغانستان میشه مرکزی حکومتش اینجا بود، بگوییم که مثلا یا بر اساس که تبار غزنویان ترک است، ما بگوییم که این سلطنت مثلا ترکی بود، یا همینطور سلجوقیان رو، یا بگوییم که اینا اساس گذار یک کشور، اینا خاندان های سلطنتی بودند، آمدند و رفتند. اما همه اینا هم به عنوان پادشاهان ایران یاد شده از ایشان و هم به عنوان پادشاهان خراسان یاد شده خودشان، و هم در تاریخ از همه از اردو نام استفاده شده است. بنابراین از این نظر اگر بیاییم بررسی بکنیم، از نظر خانواده های سلطنتی بررسی بکنیم که آمدن همه این خاندان ها آمدن، و آخرین خاندان سلطنتی که در منطقه به وجود آمد، این آخرین خاندان سلطنتی از قوم پشتو، از قوم افغان بود، از قوم افغان بود. و یعنی ظهور و خروجی که آخرین قوم در منطقه قوم افغان بود.
تیمور و حسابی اگرچه اوتکیا و اینا هم یک دوره با با صفاوی ها و با اینا درگیری های داشتن، ولی مشخصا سلطنتی که یک خاندان سلطنتی را تشکیل دادند از قومی افغان، احمدشاه عبدالی یا احمدشاه دورانی. ببینید احمدشاه دورانی هم ما نمیتوانیم احمدشاه دورانی را بگوییم که اساس گذاری افغانستان هست یا اساس گذاری جغرافیای کشوری است که ما امروزه آن را افغانستان میگوییم. طوری که سلطان محمود غزنوی را، خاندان غزنوی را، یا میتر سلجوقی را، یا غوریان را، یا خوارزمشاهیان را نمیتوانیم مؤسس یک کشور بدانیم، این خاندان هم در خاندان دورانی یا سلسله دورانی هم ما نمیتوانیم مؤسس کشور خاصی بگوییم. ببینید دورانیان یا امین احمدشاه دورانی که سرداری نوجوانیش در ایران امروز گذشت و از سرداران نادری افشار بود، حکومت یا سلطنت خود را در تداوم سلطنت نادری افشار ایجاد کرد و بیشتر در امان قلمروی که نادری افشار به طرف این لشکر کشی میکرد خواست که امان قلمروها را حفظ بکنه، اگرچه قلمروی نادری افشار با تقریبا به سه بخش تقسیم شد، یعنی به سه خانواده تقسیم شد که کریم خان زن بود، آزاد افغان و احمد خان دورانی. بنابراین اینا همه در تداوم امان سلطنت افشاریه یا نادری افشار هست. بینام هنوز هم ما وقتی که میبینیم خود را نادی احمد خان یا احمدشاه دورانی خود را پادشاه ایران و همینطور پادشاه چی؟ پادشاه خراسان میدانه و از حکومت یا جغرافیایی به نام افغانستان خبری نیست. هنوز این حوزه که شامل همان ایران قدیم باشه، شامل همان ایران قدیم هست، ولی در حوزه‌ای که ما افغانستان امروز هستیم به نام خراسان شهرت داره و همینطور در تاریخ احمدشاهی میگه مثلا جمال ملک خراسان شد این تازه بنا. یعنی وقتی که احمدشاه دورانی به قدرت میرسه از خراسان ذکر میشه و از خراسان نام برده میشه و من در سکایی که از پادشاهان افغان یعنی پادشاهان پشتون افغانستان رو من بررسی کردم در یک مقاله و منتشرم شده، در آنجا مثلا در سکه پادشاهی احمدشاه دورانی آمده که مژده که شد پادشاه میری جان پهلوان، مژده که شد پادشاه میری جان پهلوان، احمد گیتی ستان وارث تخت کیان. یعنی میگه این تخت از کی گرفته، بر کدام تخت احمدشاه دورانی نشسته؟ بر تخت کیان. کیان همه میدانیم یک سلسله پادشاهی قدیم ایران هست که نخستین سلسله پادشاهی اساطیری و پهلوانی، دوره پهلوانی و اساطیری است که در اویستا و همینطور در شاهنامه آمده که کیکاووس و کیقباد و کیخسرو و اینا رو در بر میگیره. بنابراین اینجا هم از افغان و از افغانستان خبری نیست. از این نظر ما نمیتوانیم بگوییم که افغان یا افغانستان از دوره احمدشاه دورانی تأسیس شده است. احمدشاه دورانی بر امان تداوم جغرافیای خاندانهای سلطنتی که پیش از خودش بود بر اساس امان لشکرکشی داشت و شیوه اقتصادش همان گونه بود، از این تالا میرفت کمایی میکرد میآورد و بر امان سان بود و ادامه پیدا کرد در قدرت، در بین خلاصه قدرت در بین خانواده های پشتون بعد از احمدشاه دورانی یا احمدشاه عبدالی ادامه پیدا کرد. و به بحث دیگری برسیم، به نام افغانستان و اینکه افغانستان یا نام افغانستان چی وقت به وجود آمد. و اینجا ببین من عرض کردم که افغان به عنوان یک قوم قدامت خود را داره، عرض کردم که به عنوان الله البیرونی از اقوام هندی میگه، ولی اکثر پژوهشگرهای معاصر به این نظر است که از اقوام ایرانی هست، مثل کرد، مثل بلوچ، مثل فارس و مثل هر قوم دیگر از شاخه اقوام ایرانی هست.
و افغان تاریخ خود را دارد. اما افغانستان تاریخ خود را دارد. بنابراین در اینجا تا قرن 19 یا آغاز قرن 20 را ما مشخصا زبان فارسی است، مثل که سلطنت های ترک اینجا آمد زبانشان فارسی بود و آمدن فقط قدرت در اختیارشان بودند و خودشان به گونه فارس شدند و فارسی شدند و امروز ما نمیدانیم که سلطان محمود غزنوی در افغانستان یا در منطقه خانوادهش یا فرزندانش کی هست، یا حتی بسیار نزدیک از تیموریان ایراد را نمیدانیم که کی هست، یا احتمالاً خود را تاجیک بگویند، فارسی صحبت میکنند و خود را احتمالاً تاجیک بگویند و خودشان هم خود را نمیشناسه تبار قومی که مثلا فرزندان سلطان محمود است یا فرزندان تیموریان هست یا از کی هست. اما همه اینجا در این دوره چی بوده؟ به زبان فارسی بوده و معمولا همه فارس و فارسی را پاس داشتن. اگر ما مثلا بعد از احمدشاه دورانی هم سکه های پادشاهان افغان یا پشتون را بررسی بکنیم، همه درش شعر فارسی ضرب زده شده. مثلا در سجی که از تیمورشاه آمده، چرخ می آرد طلا و نقره از خورشید و ماه، تازمت بر چهره نقشی سکه تیمورشاه. ببینید در اینجا هم در شعر فارسی رو داریم. همینطور بر سکه امیر دوست محمد خان، امیر دوست محمد به عزم جنگ و جهاد کمر ببست و بزد سکه ناصرش حق داد. یا در سکه شاه شجاع، سکه زد بر سیم و زر روشنتر از خورشید و ماه، نور چشم دور دوران شاه شجاع. یا سکه بر سج سکه امیر محمد افضل خان که بعد از امیر دوست محمد خان است. ما مثلا ببینید اینجا واژه خراسان آمده، دو فوج مشرق و مغرب زیان مفصل شد، امیر ملک خراسان محمد افضل شد. ببین خراسان به عنوان یک کشور، به عنوان یک قلمرو، به عنوان یک سرزمین در اینجا ذکر میشه که میگه دو فوج مشرق و مغرب زیان مفصل شد، امیر ملک خراسان محمد افضل شد. اینجاست که حالا در سکه وقت شما که سکه پادشاهان گذشته همون چیزی که رسمی ترین عنصر یا آخشیجی که در برایشان اهمیت داشت سکه ایشان بود و سکه می زدن. و وقتی که در این سکه همه به زبان فارسی شعر هست و در این سکه واضح ذکر می شود ملک خراسان، شما ببینید این معنیش چی است؟ معنیش این است که خراسان یک قلمرو، یک قلمرو سیاسی هست و به نام خراسان اینجا قلمروی بوده و سرزمینی و نامی که ازش یاد می شده و هنوز از افغانستان یا سرزمین افغانستان که ما امروز یاد می کنیم از این سرزمین خبری نیست. خب پس افغانستان به عنوان یک سرزمین از چی وقتی که اطلاق میشه، از چی وقتی آمد؟ طوری که افغان به عنوان یک قوم وقتی که از مرز، از جغرافیای اولیه زندگی خود گسترش پیدا کردن، همینطور وارد خراسان شدن و با سلطنت احمدشاه دورانی به عنوان یک خاندان سلطنتی ادامه پیدا کردن، لشکرکشی کردن، بنا متصرفات یا تصرفات یا فتوحاتشان به طرف امین طور هم به طرف این بود که و هم به طرف خراسان بود. بنا سرانجام این دو اینا که از اونجا این فتوحات پایان یافت، ولی یک بخشی از قوم افغان در اینجا در خراسان همیشه به قدرت ماند و تا این روز به قدرت هست و اینجا نامشان بر این بخش خراسان که افغانستان امروز باشد نام این قوم مسمی شد، یا این بخش خراسان به نام این قوم مسمی شد. اما اکثریت این قوم هنوز در پاکستان به سر میبره، یعنی از قوم
افغان یا پشتون افغانستان کرده قوم افغان یا پشتون پاکستان بیشتر هست و در پاکستان زندگی میکنه. مرزهایی که امروز ما یک جغرافیایی را که به نام افغانستان میدانیم، این جغرافیای سیاسی یا مؤسس این کشور حقیقتا کشوری به نام افغانستان امیر عبدالرحمن خان است و در این دوره است که این جغرافیا البته پیشتر از امیر عبدالرحمن خان تا بنا به درگیری که انگلیس ها در ایند بریتانوی و روسیه تزار در آسیای میانه داشت، افغانستان به عنوان یک منطقه آیل بین انگلیس ها و روس ها موجود آمد، یعنی یک بخشی از مرزهای سمت شمال افغانستان و همینطور جنوب بخش های دیگر نه بین کدام حکومت محلی، بین حکومت افغانستان و حکومت روس مشخص شده باشه. معاهده هایی بوده که بین انگلیس، بین این بریتانوی یا حکومت انگلیس در منطقه و روسیه تزاری امضا شده، یعنی این مرزها مشخص شده. ولی به صورت مشخص تر این مرزها وقتی بخشش هم در سمت شمال و هم در غرب و هم در طرف پاکستان در دوره امیر عبدالرحمن خان امضا شد و این جغرافیا در این دوره شکل گرفت و حتی در دوره امیر عبدالرحمن خان هم مشخصا که تاکید بکنیم که این کشور به نام افغانستان یاد می شده، به نام افغانستان یاد نمی شده و به همان نام قدیم، حالا هم گاهی خراسان و هم گاهی طرف های سمت شمال افغانستان به نام ترکستان یاد می شده. ولی کم کم این کشور بعد از این در دوره امیر عبدالله خان هم، هنوز در دوره امیر عبدالله خان هم ما از امیر عبدالله را پادشاه سرزمین افغانستان و ترکستان یاد کرده در همان تاریخی که در سراج التواریخ که کاتب هزاره نوشته و در دفتری زیر نظر امیر عبدالله نوشته شده، ایشان را پادشاه افغانستان و ترکستان یاد میکنه و منظور همان سرزمین افغان، همان سرزمینی است که متعلق به قوم پشتون یا افغان ما می شده و از کابل به او طرف بیشتر به نام ترکستان یا از کتل هندوکش یا سمت شمال به نام ترکستان یک سرزمین دیگری ازش یاد می شده. مشخصا در دوره امان الله خان است که این ترکستان و افغانستان عزم می شه و مشخصا به نام افغانستان یاد می شه. بنام جغرافیای سیاسی به نام افغانستان مؤسسش و آغاز این جغرافیای سیاسی با این مرزها و به عنوان یک کشور از منطقه که متمایز شد و از ایران که متمایز شد در دوره امیر عبدالرحمن خان است و ما در دوره امیر عبدالرحمن خان است و همچنان این منطقه حالا در همکاری و در ارتباطی با انگلیس و اینا ادامه داره و در دوره امیر حبیب الله هم ادامه داره و استقلال این کشور به عنوان یک جغرافیای سیاسی دارای هویت سیاسی مستقل همین مرزهایی را که عبدالرحمن خان امضا میکنه و اینا را رسمیت که میبخشه امان الله خان رسمیت میبخشه. در دوره امان الله خان هست که ما یک کشوری در 1919 یک کشوری به نام افغانستان استقلال خود را میگیره از انگلیس و استقلال خود رو میگیره و ما یک کشوری به نام افغانستان در منطقه وجود میاد که این کشور در واقع امر در بخشی از خراسان قدیم یا در بخشی از خراسان به وجود میاد و پیش از این ما در نه در تاریخ احمدشاهی و نه در تاریخ هایی که در دوره پسری احمدشاه، در دوره تیمورشاه و همینطور پسران احمدشاه، زمانشاه و همینطور در دوره شاه شجاع و امیر دوست محمد خان اینا نوشته شدن، نامی از کشوری به نام افغانستان وجود نداره و همه خود را پادشاهان خراسان میدانه و این کشور یا سرزمینی را که آنها برش حکومت میکنه خراسان گفته میشه. و بعد از دوره امیر عبدالرحمن هست که ما کشوری به نام افغانستان میبینیم، سرزمینی به نام افغانستان و کم کم این سرزمین رسمیت پیدا میکنه.
والا برسیم به این که به دو بحث دیگری که من اشاره کردم به زبان افغانی که در اینجا خیلی معنادار هست. ما هیچ زبانی را به نام زبانی افغانی در تاریخ نداریم، اما نخستین بار در دوره عبیب الله در سراج الاخبار ما میبینیم اینجا یک زبانی به نام زبان افغانی به وجود میاد که اینجا هست که ما میبینیم زبان به نام زبان افغانی پیدا میشه. و در اینجا که این زبان افغانی هم پس از این که این منطقه به نام افغانستان یاد شد، تعدادی از افراد بخصوص محمود طرزی از زبان افغانی صحبت میکنه که در اینجا محمود طرزی مشخصا اگرچه خیلی تأکیدش بر این است که زبان افغانی پدر یا نیای کل زبانهای بشر هست و قوم افغانی نیا یا پدری کل مخلوقات و کل انسانهای جهان، بخصوص اقوام ایرانی پدری اقوام آریایی و ایرانی از قوم افغان. البته من در اینجا عرفی ندارم، حالا من عرض کردم در آغاز برنامه هم که همه ما میتوانیم ادعا بکنیم چون انسان هستیم و از چندین میلیون سال جن ما با چندین میلیون سال پیش ارتباط میگیره و هر کس میتواند چنین ادعایی انجام بدهد. اما وقتی که میبینیم در اینجا بحثی را که در باره زبان افغانی محمود طرزی انجام میده، میگه وقتی که علی حضرت احمد شاه بابای غازی به تأسیس و استقلال سلطنت افغانی کامیاب آمد، امور دفتر و کارهای کتابت و میرزایی و غیره از جمله نوشتخان دولتی که اساس امور سلطنت بران موقوف است به زبان فارسی و به دست همان فارسی زبانان بود که از یادگارهای حکومت سابقه ایران باقی مانده است. زبان افغانی یعنی اینجا است که نخستین بار ما زبان افغانی رو میبینیم. زبان افغانی به درجه اسلام نیافته بود که دفتر امور دفتری و کارهای کشوری به آن زبان تعبیر میشد و میگه که این زبان افغانی چی؟ اسلام نشده بود و نمیشد که امور مملکت را بهش انجام داد. بنابر سبب هایی که به طور اجمال بیان نمودیم، از آغاز تاسیس استقلال دولت افغانیه زبان رسمی دولتی ما زبان فارسی شده مانده است. بعد از اینها هم به سبب بعضی قواعد خارجی و اختلافات داخلی هیچ کس در پی اصلاح و ترقی زبان افغانی و تبدیل دادن رسومات دولتی را از زبان فارسی به زبان افغانی و رسمی ساختن آن نیفتاده. مردم نفس پایتخت و اکثر شهرهای بزرگ نایب الحکم نشین ها اکثر به زبان فارسی متکلم هستند. در عموم دفاتر و محاکم رسمی دولتی زبان فارسی از آغاز تاسیس و تشکیل یافتن حکومت مستقله افغانیه به درجه راکز و راخص گردیده که تبدیل و تحویل آن خیلی مشکل است. زبان دربار و خاندان سلطنت خواه در وقت حکومت صدوزایی دورانی و خواه در وقت حکومت محمدزایی دورانی فارسی بوده و است. حالا اینجا من آنچه را که خواندم از سراج الاخبار هست و اشارات زیادی داره، البته تاکیدش بر این است که زبان فارسی زبان بیگانه ها است و این زبان باید کنار برود و به جایش زبان افغانی که زبان خود ما است جانشین شود. اما از این آنچه که واقعیتی که در این گفته می آید این است که یعنی این زبان افغانی تا هنوز رسم الخطی رسمی نداشته، کتابت نداشته، بنابراین هنوز کسی به این زبان سلطنت یا خود پادشاهان قوم افغان یا پشتون ما به این زبان صحبت نمی کرده. همینطور شما میبینید که زایشا خودش پشتو یاد نداشت، یعنی به فارسی صحبت میکردن و میگه که مشکل است که این زبان چی شود؟ این زبان دفعتاً جای زبان فارسی را بگیرند. اما تاکیدش بری است که باید این زبان جای زبان فارسی را بگیرد و زبان فارسی کنار گذاشته شود.
از این دوره به بعد هست که ما میبینیم که مشکلات وحدت ملی در این منطقه به وجود آمد. چرا؟ به دلیل اینکه قبل از این یک زبانی که وحدت ملی، تمثیل وحدت ملی را بتونه و همه مردم چی ازبک، چی پشتون، چی هزاره، چی تاجیک، چی بلوچ، چی قرغیز، چی تاتار، همه به این زبان صحبت بکنه، بنویسه و بخونه، چون این زبان وجود داشت. ولیکن بعد از این دوره است که وقتی که این گونه برخوردی صدای من شنیده می شود؟ بله جناب دکتر سید، بله بسیار صدای خوبه. وقتی که از این دوره به بعد است که تعصب و عصبیت شروع می شود و همه چی افغان سازی می شود، دو پروژه آغاز می شود از این به بعد، بخصوص بعد از دوره امان الله خان و با امین نظریه پردازی جناب محمود طرزی. یکی افغان سازی که کوشش می شود که سایر اقوام افغان شود و دیگری پشتون سازی، یعنی خود قوم افغان تا هنوز که به نام افغان یاد می شود دیگر در اینجا از دوره امان الله خان به بعد اینا به نام پشتون یاد میشه، در حالی که ما در تاریخ یعنی از عرض کردم که از افغان یاد شده ولی از پشتون یعنی یک اصطلاح مدرن تر است. دیگه اقوامی که خود تا هنوز همه پشتون نمیدانستند اینا زیر مجموعه یک قومی به نام پشتون میشه و دیگران به نام افغان میشه. و قبلا که بیت ها یا شعار ها در سیکا و در پول فارسی بود، اینا با پشتو تبدیل میشه، کلن فارسی عزب میشه از سیکا، از شناسنامه. و همینطور در دوره زایشا در 1342 و 43 تلاش برین میشه که کلن زبان فارسی عزب شود از امان پروژه محمودی طرزی باید اتفاق بیفته. بنام در اینجا میگه که زبان رسمی و ملی، زبان ملی و رسمی و پشتو است. اما اینجا اعتراضات صورت میگیره، بعد حکومت میگه که فارسی زبان ایرانیان هست، ما این را قبول نداریم. تعداد برین میشه که صفت فارسی را که ما در تاریخ آمده فارسی دری، صفت فارسی را از فارسی، از نام فارسی جدا کنن، با عنوان دری یک زبانی را نامگذاری بکنن، در این فارسی را به نام دری که دری زبان مردم افغانستان است و فارسی بیگانه است و ایرانی است. در اینجا از این به بعد است که فارسی به نام دری در قانون اساسی این دوره ثبت میشه، پشتو زبان ملی و رسمی و دری زبان رسمی. و در این دوره در وزارت معارف خاطرات خود را طاهر بدخشی نوشته کرده و در آنجا این کتاب از طرف جناب کوشانی تهیه و ویراستاری و تدوین شد، در سایت خراسان هم نشر شده. و در این کتاب میگه که کورس‌های در ادارات دولتی گذاشته شد که همه باید زبان پشتو رو یاد بگیره، اگر کسانی که زبان پشتو رو یاد نگیره باید برکنار شوه یا از ادارات کشیده شوه. و دو آزیری در ادارات گذاشته شد، یکی آزیری که شما میگین که ما آزیر بودیم، یعنی آزیری رسمی کاری خود امضا میکنید، و یکی آزیری زبان پشتو که شما باید آزیری که در سینف پشتو هم اشتراک کردید آزیری بدید. دو آزیری گفته گذاشته شد و در این دوره کل نصاب هم در یک دوره به حساب به زبان پشتو شد، اما منابع انسانی نتوانست که چنین چیزی را تمیل بکنن، معلم و سایر موارد را از اونجایی که زبان پشتو عمومیت نداشت این کنار گذاشته شد دوباره. و همینطور محمد گلخان مومن سمت شمال رفت و کلن برای انتقال دستهای از قبیلهای قوم افغان یا پشتون به سمت شمال و همینطور پشتونیزه کردن زبان و کتابت. و در اینجا هم کسانی در امان در کتاب ها در اسناد تاریخی آمده است که کسانی اگر عریضه به فارسی می نویشت عرایضش بررسی نمی شد، می گفتن که به پشتو بنویسی. اما حالا بس را اگر این گونه جمع بندی کنیم که چرا افغان سازی و پشتون سازی نتیجه نداد و چرا به عنوان
یک موزل ملی در افغانستان تبدیل شد که ما تا امروز قربانی آن هستیم. نه تنها تاجیک ها، هزار ها، ازبک ها و سایر قوم، خود پشتون یا افغان هم قربانی این پشتونیزم یا همین افغانسازی و پشتونسازی شده است. چرا شده است؟ در بعضی از کشورها نتیجه نسبتا نتیجه داد. مثلا حالا تنها افغانستان در قرن 19 و 20 به وجود نیامده. تاجیکستان، ازبکستان، قرغیزستان، قزاقستان، اینا همه کشورهای پاکستان، همه کشورهای جدید تشکیل هست، جدید به وجود آمده. حالا در برخی از این کشورها حالا بر اساس یک قوم یا یک ملت، همان ملت یا دولت، دولت ملت یا ملت دولت شکل گرفت. مثلا ازبکستان در حالی که فارسی زبان ها و تاجیک ها است، در تاجیکستان هم همینطور ما اقوام غیر از تاجیک را داریم و در سایر کشورهای آسیای میانه هم در دیگریش هم. اما بر اساس ولی در اینجا بر افغانستان چرا این شکل نگرفت؟ بدل این که خراسان یک جغرافیایی بود که سرزمین فارسی زبان ها بود و زبان فارسی از یک یا دو قرن پیش از اسلام که وقت زبان های دوره میانه ایرانی پهلوی اشکانی و پهلوی ساسانی تحول یافت به زبان فارسی، این منطقه زبانش فارسی بود و زبان فارسی از آسیای میانه تا بغداد، تا هرات، تا ترکیه امروز و تا همینطور تا ایند، این منطقه زبانش فارسی بوده. بنابراین در چنین یک مرکزی زبان فارسی که بعد از اسلام معمولا مدنیت ادبی و فرهنگی در امین خراسان متمرکز بود و همه زبانش فارسی بود و اینجا دشوار بود که یک زبانی که تا قرن 19 و 20 کتابت نداشته باشه، رسم الخط نداشته باشه، بنابراین یک جنبه فرهنگی و میاری نداشته باشه، بیاید بتونه بر یک اکثریت فرهنگی و زبانی که در این منطقه، در یعنی در خراسان وجود داشت، بتواند این زبان قومی تامین شود یا تامین پیدا بکنه. بنابراین این مشکل فرهنگی بود. اگرچه حکومت های قوم افغان ما یا پشتون ما تلاش بسیار کردن که این پروژه افغان سازی و پشتون سازی شود و جا بیفتد، جا نیفتد. و امروزه که مثلا طالبان هم آمده، همین دوره محمد گلخان مومند واری است، یعنی کسی دیگه نامه ها را به پشتون می نویسه و عریضه اگر بکنی به پشتون باید عریضه کنید، ولی که مردم همچنون در شهرها زبانش فارسی است، در زبان اقتصاد هنوز در افغانستان زبان فارسی است، زبان ارتباطات زبان فارسی است، عصبیت و افغان سازی و همینطور پشتون سازی مشکلی است و موزلی است که همچنان افغانستان را به تجزیه و روابط اقوام افغانستان را دچار مشکل و موزلی بیشتری خواهد کرد. بنابراین ما به این موزل و به این مسئله باید با یک دید واقع بینانه نظر بکنیم، به این معنا که در طی 100 سال این پروژه نتیجه نداد، با وصفی که خیلی هم برایش کسی چالشی ایجاد نکرده، چون اقوام دیگر در قدرت نبوده و کلن قوم افغان و پشتون ما در قدرت بوده. اما این پروژه افغانسازی و پشتونسازی از نظر زبانی و فرهنگی اتفاق نیفتاد. بنابراین بایستی ما برای رفع این موزل دیدگاه خود را تغییر بدهیم و عمل بگذاریم. ما نمیتوانیم دیگر بگوییم زبان فارسی را حذف کنیم یا زبان های دیگر حذف کنیم که پشتو در اینجا رشد بکنه یا به زبان ملی تبدیل شود، چون این چیزی امکان پذیر نیست. ما بایستی با یک دید کثرت‌گرایانه و دموکراتیک به زبان ها نظر داشته باشیم. اینجا من با عنوان جمع‌بندی سخن خود امان دیدگاه جمعه خان پژوهشگر پشتون را که هم در باره پتخزانه صحبت کرده و هم در باره افغان سازی صحبت کرده، من امان دیدگاه ایشان را به اینجا به عرض میرسونم که حقیقتا دیدگاه خیلی خیلی انتقادی، روشنگرانه و علمی هست و برای نه تنها چون دیدگاه خود انتقادگرانه برای قوم افغان ما، قوم پشتون، بلکه هر قومی باید چنین یک دیدگاهی را، دیدگاه انتقادی نسبت به خود داشته باشه.
ایشان میگوید که کتاب فریبی ناتمام را هم نوشته و در همان کتاب و همچنین در صحبت های خود میگه که مسئله پشتون ها نام، آسایش، آموزش و فرهنگ مدرن است. اما سیاستمداران پشتونی افغانستان برای این که از مردم پشتون سوی استفاده کنند، برای پشتون قصه جور میکنند که شما تاریخ 5000 ساله دارید، آدم و عوا و موسا به پشتون سخن میگفتند. این سخنان را سیاستمداران پشتون برای این میگویند که از نادانی مردم پشتون، که مردم پشتون را بیشتر نادان بکنند و در قبال نیازمندی های مردم پشتون مسئولیت نگیرند. بنام میگه که زبان پشتو یک زبان بینابین بین فارسی و هندی است و تاریخ افغانستان را بر اساس پتخزانه و بر اساس چندین هزار سال و بر اساس این که سرزمین اینها خراسان یا افغانستان امروز بوده جعلی و ساختگی میدانه و نگه نام اصلی افغانستان خراسان هست و افغانستان را به عنوان یک کشور میگه که این از دوره عبدالرحمن خان به وجود آمده و دیورم را عبدالرحمن خان امضا کرد و رسمیت که میگه دا این مرز را به عنوان یک کشور امان الله خان میگه رسمی ساخت و تاکید میکنه این که میگویم بر عبدالرحمن خان تعمیل شده این مرز، یعنی مرز دیورم، میگه این افسانه است. میگه چرا تعمیل شده باشه؟ چون کشوری با نام افغانستان وجود نداشت که مرزش گرفته شده باشه. یک منطقه بود و تازه میگه که مرزگذاری میشد این منطقه و عبدالرحمن خان خیلی هم خوش بود که این جغرافیا از طرف انگلیس بهش سپرده میشه و عبدالرحمن خان به عنوان یک آدمی که مطلقا در این جغرافیا دیگه همه چیزش به عبدالرحمن خان تعلق میگیره و از طرف اینها، از طرف انگلیس ها اختیار داده میشه که در امور داخلی آنچه که به سرزمینی که به او داده شده رفتار بکنه و میگه امی بود که دست عبدالرحمن خان را برای کشتار مثلا آزاد گذاشت، از زورها را از بین برد و به نورستان حمله کرد و که آن وقت نورستان را کافرستان میگفته و حتی تاکید میکنه که ما مثلا توسط همین ترک ها و فارسی زبان ها پشتون ها مسلمان شد و درباره پتخزانه میگه کتاب مقالاتی نوشته میگه که توسط عبدالله عبیبی ساخته شده و هیچ پیشینه ای نداره و هیچ تاریخی این کتاب رو میگه نه از نظر نسخه شناسان معتبر یا نادهای معتبر جهان اوراق زیر تایید نکرده که این یک نسخه معتبر هست و حتی نامش رو میگه مثلا گنج نهان، میگه نامی از یتا به حساب چیز است که معلوم میشود که به حساب یک نامی که سرش فکر نشده گذاشته و در کل ایشان میگه تاکیدشان این است که با این افسانه سازی و دروغ سازی احساسات قوم پشتون را برمی انگیزن که در بین خود طرفدار پیدا بکنن دیگه در غیر از اون مرز دیورند و همینطور همیش تاریخ جعل است و تاریخ سازی است و اینا میگه بیشترین آسیب را به قوم پشتون یا قوم افغان میزنه و از این کار چیزی به قوم پشتون نمیرسه و قوم پشتون بایستی قوم منتقدین قوم پشتون و روشنفکران قوم پشتون این افسانه سازی ها و دروغ های سیاست مداران قوم پشتون به بخصوص سیاست مداران قوم پشتون افغانستان را بایش تصفیه حساب بکنه که اینا به نفع قوم پشتون و به نفع افغان نیست. این نظر جمعه خان پژوهشگر پشتون بود و خلاصه عرض من این است که افغان به عنوان یک قوم پیشینه و قدمت خود را داره. سرزمین نخستین و آباییشان در از وقتی که اقوام ایرانی از طرف های آسیای میانه آمدند به طرف این و به طرف افغانستان و اینجا جا به جا شدند، اینا رفتند این دسته قومی که افغان ها باشد، اینا در امان کوهای سلیمان جا به جا شدند و در امان جا نخستین جغرافیای آبایی و قدیمی شمان جا بوده. از آنجا در از قرن ده و نو ده به بعد گسترش پیدا کردند در خراسان امروزی و از آخرین سلسله خاندانی یا خانوادگی بودند که بعد از
حالا تیموریان و بابور و اینا به قدرت رسیدن و کشوری افغانستان یک کشور جدید و جدید تاسیس هست که از همین نامی همین قوم به وجود آمده و این نام را هم خود اینا هم اساس گذاری نکرده، بیشتر انگلیس ها از دوره شاه شجاع به بعد بر نامهای خود این منطقه را به نام گای وقت به نام سلطنت کابل و پیشاور و گای وقت هم به نام افغانستان یاد کرده و بعد در دوره مشخصا در دوره امان الله خان این جغرافیای سیاسی به صورت مشخص افغانستان یاد شده و پیش از امان الله خان هم افغانستان و ترکستان و به نامهای متفاوت یاد می شده و پیشتر از او از دوره عبدالرحمن به پیش مشخصا به نام خراسان یاد می شده است و این خراسان امروز افغانستان امروز از جمله سرزمین های مفتوحی هست که بعد از احمد شای دورانی اینجا جزی از فتوحاتی قوم افغان ما بوده و جا به جا شدند و امروز قوم قدرتمند و چند صد سال میشه قدرت در دستشون است. با احترام و اراده. ممنون شما جناب دکتر سید یسنا، واقعا استفاده کردیم از صحبتهایتان و بسیار منظم و هماهنگ به موضوع پرداختین و نیازی نمان که من سوالاتی که یادداشت کرده بودم به اون سوالات بپردازم، ولی